به گزارش خبرگزاری های داخلی و خارجی، حدود 700 نفر از روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی ایران پیامک تهدیدآمیزی از یک منبع ناشناس دریافت کردند که به آنها اخطار شده هر گونه ارتباط و همکاری با عناصر معاند خارج از کشور از طریق ایمیل، پورتال های امن و سایر وسایل ارتباطی عملی مجرمانه و موجب پیگرد قضایی است. ضروری است ارتباطات خود را قطع نمایید. این پیامک به منزله آخرین هشدار امنیتی است. وبسایت زیتون میگوید برخی نهادهای دولت حسن روحانی از جمله دفتر وزیر اطلاعات، وزارت ارشاد و دفتر سخنگوی دولت از ارسال چنین پیامی توسط نهادهای دولتی اظهار بی‌اطلاعی کردند و خبرگزاری فرانسه نیز میگوید علی مطهری نماینده مجلس از وزارت اطلاعات و پلیس خواسته تا منشأ پیامک تهدیدآمیز را مشخص کنند. در همین رابطه مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار در پاریس میگوید به نظر میرسد این آغازی است بر دور تازه‌ای از فشارهای امنیتی بر فعالان رسانه‌ای و روزنامه‌نگاران در ایران. هرچند مرجع ارسال کننده این پیامک ها مشخص نیست، اما با اطمینان میشه گفت که به هر حال متاسفانه نهادهای امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی یک دور جدیدی از فشارها و تهدیدها علیه روزنامه‌نگاران و فعالین سیاسی مطبوعاتی رو شروع کردن و این در راستای همون فشارهایی است که متاسفانه در ماه‌های گذشته وجود داشت. شاهد برجستش بازداشت روزنامه‌نگاران بود مثل آقای سحرخیز که با توجیه پروژه نفوذ اینها بازداشت شدن و تلاش میکنه سیستم امنیتی و نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی که تا حد امکان فضای مطبوعات رو محدود و مسدود کنه با توجیه اینکه این دست ارتباطات خارجی میتونه بهانه باشه برای نفوذ عامل بیگانه و دشمن. ارسال این پیام که هدف آن مشخصاً رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران است، باعث ایجاد نگرانی در میان روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی شده است. در این قسمت گفتگو می‌کنیم با رسول نفیسی، جامعه شناس و استاد دانشگاه استریر که در استودیو با ما هستند. آقای نفیسی، به نظر شما آیا این اخطار جنبه خودسرانه و فرادولتی داره و یا اینکه احتمالاً نهادهای موازی با دولت این کار را انجام میده؟ چون به هر حال باعث نگرانی میان اهالی فرهنگ شده. شباهت این پیامک‌ها با پیامک‌های مشابه در دوره احمدی نژاد این رو به خاطر متبادر می‌کنه که شاید در واقع نهادهای موازی باز وارد عمل شدن و شاید فقط آزار و تهدید خبرنگارا باشه، ولی احتمال دیگه هم وجود داره که یک دور جدیدی از این عملیات آغاز شده باشه. بنده نظرتون رو جلب میکنم به سخنرانی یکی دو هفته پیش آقای ناطق نوری که بسیار مورد توجه قرار گرفت، از این لحاظ که به یک نوع انحطاط جمهوری اسلامی توجه کرده بود، ولی به یک قسمتش توجه نشد که شون شدیداً حمله کرد به این که روزنامه‌های داخلی، آمارگیرهای داخلی، آمار و اطلاعاتی در مورد فساد، در مورد فحشا، در مورد کلاهبرداری، در مورد فساد دولتی اینها رو منعکس میکنن و رسانه‌های خارجی از اون استفاده میکنن علیه کشور و تلویحا هم آمارگیری رو ایشون محکوم کرد و هم افشا و نوشتن اطلاعات رو در روزنامه ها. و این آشکارا با توجه به موقعیتی که ایشون داره و مقامی که داره یک اشاره بود به یک حرکت جدید شاید علیه روزنامه‌نگاران و علیه کلیه کسانی که در زمینه اطلاعات و آمار و در واقع اطلاع رسانی کار می‌کنند. به نظر می‌رسد دولت موظفه که منشأ این پیامک‌های تهدیدآمیز رو به قولی روشن بکنه، چون برخی مطرح می‌کنن که این پیامک‌ها به قولی مصداق اتهام‌زنی وسیع به روزنامه‌نگاران هست و لزوم این میره که مدعی العموم وارد عمل بشه. مدعی العموم وارد بشه، البته دولت دیدیم در موارد مشابه هم همچه اقداماتی کرده یا لااقل ادعای همچین مسائل رو کرده، ولی یا به جایی نرسیده و یا حتی وقتی که منبع اینها هم روشن شده دیدیم که در واقع کاری از دست دولت ساخته نبوده. حالا گفتن این که باید مدعی العموم یا داستان کل کشور وارد این برنامه بشه بسیار خوبه، ولی این که نتایجی بر این مترتب باشه من
قدری شک دارد. حالا آقای دکتر گفته میشه که یک دوگانگی در دستورالعمل‌های دولتی وجود داره، در حالی که برخی از روزنامه‌نگاران میتونن با رسانه‌های خارجی صحبت بکنن، برخی به دنبال مصاحبه مورد مؤاخذه و تنبیه قرار میگیرن. این رو چگونه شما ارزیابی میکنید؟ دقیقاً وزارت اطلاعات و هم اطلاعات سپاه با بعضی از افراد تماس میگیره و به اینها اجازه در واقع میده که این ارتباطات رو داشته باشن، و این هم دلیل برای نیست که اینها دست نشونده نهادهای امنیتی باشن. نه، در اظهارات و گفتهای اینها شاید خطری احساس نمی کنن و این اجازه رو به اینها میدن، و به بعض دیگر هم مستقیما اخطار میکنن که حق دادن هیچ نوع مصاحبه با رسانه‌های خارجی رو ندارن. این دقیقاً دستچین شده و روی برنامه است که کی میتونه با این نهادها و با این رسانه خارجی صحبت کنه و کی نمیتونه.